ماجرای کشف حجاب ثریا قاسمی و عکس جنجالی که منتشر کرد و صحبت‌هایی در حمایت از مهسا امینی انجام داد. ولی خب بعد از چند ساعت پشیمون شد و موضعش رو عوض کرد و با حذف عکس صحبت‌های جدیدی انجام داد. با ما تو این ویدیو همراه باشید. تصویری که ثریا قاسمی منتشر کرده رو با هم می‌بینیم و صحبت‌هاش رو می‌شنویم. سلام رفقا، به کانال خودتون، کانال میم تی وی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی چند روز اخیر بعد از حادثه‌ای که برای مهسا امینی اتفاق افتاد، چند تا از بازیگرها و افراد مشهور در حمایت از مهسا امینی کشف حجاب کردن، از جمله کتایون ریاهی و شبنم فرشادجو. ثریا قاسمی هم روز گذشته یه عکسی رو در حمایت از مهسا امینی توی پیجش منتشر کرد و با هشتگ مهسا امینی قصد حمایت از این جنبش رو داشت. این عکس که یک عکس نقاشی شده از چهره ثریا قاسمی بدون حجاب بودش، بعد از چند ساعت به خاطر حواشی که برای ثریا قاسمی ایجاد شده بود از پیجش حذف شد. ولی خب خیلی از رسانه ها اونو با تیتر کشف حجاب ثریا قاسمی توی پیج ها و خبرگزاریشون منتشر کردن و ثریا قاسمی امروز یه پست جدیدی رو منتشر کرد توی پیجش و در واکنش به حواشی ایجاد شده نوشت: سلام به اهالی، هواداران نازنینم. از دیشب با یه عکسی که آپلود شده در صفحه هزاران بد و بیراه شنیدم. کامنت های منفی، برخی از دوستان و عکسی که آپلود شده حاشیه واسه بنده درست کردن. قرار نیست به خاطر بی‌حجابی در کشور ایران را ترک بکنم. من هم از همین مردم هستم و بین شماها قرار دارم. درست خاطرات بدی از بنده دارید. قبل از انقلاب بی حجاب بودم. در مورد عکسی هم که آپلود شده بگویم که حجاب اجباری نیست و هیچ کس حق اینو نداره که اجبارش کنه. نکته بعدی این که از کسایی که حمایت کردن تشکر و قدردانی میکنم و برخی از کسانی که بد و بیراه و توهین به بنده کردن واگذارشون کردم به خدا. قاضی ما خداست. یا حق، ثریا قاسمی. خب دوستان، ماجرای این عکسی که توسط ثریا قاسمی هم منتشر شده بود این بودش. به نظرتون ثریا قاسمی با انتشار این عکس میخواسته به جنبش بازیگرانی که بی‌حجاب شدن بپیونده و بعداً پشیمون شده، یا نه واقعاً قصد و نیتش این نبوده از اول؟ حتما نظرتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید. یادتون نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.